فصل ششم. در آن هنگام که بره نخستین مهر از آن هفت مهر را شکست، من ناظر بودم و شنیدم که یکی از آن حیوانات با صدایی مانند رعد میگوید بیا، و ناگهان اسب سفیدی دیدم که سوار آن کمانی به دست داشت و تاجی به او داده شد و او پیروزمندانه عازم فتح و ظفر شد. وقتی بره دومین مهر را گشود، شنیدم حیوان دوم گفت بیا، و اسب دیگری که سرخ رنگ بود بیرون آمد و به سوار آن قدرت داده شد تا صلح را از روی زمین بردارد، تا انسانها یکدیگر را بکشند، و همچنین به او شمشیر بزرگی داده شد. وقتی بره سومین مهر را گشود، شنیدم که حیوان سوم گفت بیا. آنگاه نگاه کردم و اسب سیاهی را دیدم که سوارش ترازویی به دست داشت و صدایی از میان آن حیوانات به گوشم رسید که می گفت قیمت یک چارک گندم و یا سه چارک جو مزد یک روز کار خواهد بود. به روغن زیتون و شراب آسیبی مرسان. زمانی که او چهارمین مهر را گشود، صدای حیوان چهارم را شنیدم که می گفت بیا. وقتی به آنجا نگاه کردم، اسب رنگ پریده ای را دیدم که نام سوارش مرگ بود و دنیای مردگان به دنبالش می آمد. به او قدرت داده شد تا یک چهارم زمین را با شمشیر و گرسنگی و امراض مهلک و حیوانات وحشی از بین ببرد. وقتی پنجمین مهر را گشود، در زیر مذبح ارواح کسانی را دیدم که به خاطر کلام خدا و اعتراف ایمان خود شهید شده بودند. آنها با صدای بلند فریاد زدند: ای خداوند قدوس و راستین، تا به کی بر ساکنان زمین داوری نمی کنی و انتقام خون ما را از آنها نمی گیری؟ به هر یک از آنها ردای سفیدی دادن و به آنها گفته شد که اندکی دیگر بیارامند تا تعداد همقطاران و برادرانشان که می باید مثل آنان کشته شوند کامل گردد. آنگاه وقتی بره ششمین مهر را گشود، دیدم که زمین لرزه شدیدی رخ داد. خورشید مانند پلاسی سیاه گشت، ماه کاملا مثل خون سرخ شد و ستارگان آسمان مانند انجیرهایی که از تند باد به زمین می‌ریزند فرو ریختند. آسمان مانند تومار در هم پیچیده‌ای ناپدید شد و همه کوه‌ها و جزیره‌ها از جای خود منتقل شدند و پادشاهان و فرمانروایان زمین، سرلشگران و توانگران، زورمندان و همه انسان‌ها، چه بره و چه آزاد، خود را در غارها و در میان صخره‌های کوه‌ها پنهان ساختند و به کوه‌ها و کمرها می‌گفتند به روی ما بیفتید و ما را از چهره تخت نشین و از خشم و غضب بره پنهان کنید، زیرا روز عظیم خشم آنها رسیده است. کی می‌تواند آن روز را تحمل کند؟